یاروخ مسکوب همون نویسنده بزرگی که قبلا یک دو روایت دیگه از زندگیش رو براتون تعریف کردم بعد از ده سال برمیگرده ایران حدود سال 68 یعنی سال 58 ایران رو ترک کرده و بعد از ده سال برگشته ایران یه چیزایی بعد از ده سال به نظرش میرسه که توی کتاب روزها در راه نوشته و من براتون میخونم خیلی مطالب جالبیه و نکات جالبی توشه آخر ویدیو هم آخر بعد از اینکه این, که این نوشته مسکوب رو براتون خوندم میگم که به چه دلیلی به چه دلایلی من این نوشته از مسکوب رو برای شما روایت کرد اینطور نوشته شاروخ مسکوب بعد از ده سال برگشتم ایران روزهای پیش از حرکت نگران بودم میترسیدم بگیرنم دلیل و موجبی لازم نداشت ده سال دوری از وطن و سوء زن خودش کافی بود تازه از این گذشته هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست ولی شب پیش از حرکت دیگه تن به قضا داده بودم و روز حرکت تا ساعت نه صبح تخت خوابیدم توی هواپیمای ایر فرانس هم همینطور دیر وقت شب می رسیدیم سفر یا به خوندن گذشت یا بخواب به اضافه خوردن که جای خودشو داره پیاده که شدم پام رو به کف زمین فشار میدادم مثل اینکه شک داشتم نکنه سفت نباشه لحظات پرهیجان پرشور و نامعلومی بود مثل کودکی ناتوان که به آغوش مادری خوب با محبتی مشکوک برمیگردد به خیر گذشت همه چیز به خیر گذشت حتی ولنگاری با پاستارها بعد از گذشتن از صد جناب سروان پلیس حالا مسکوب شروع میکنه و این منظورش از ولنگاری با پاستارا رو توضیح میده دو تا بودن و یک بار دیگه گذرنامه رو با سیاهی اسامی خودشون کنترل میکردن مال شهربانی یعنی مال نیرو انتظامی قبول نبود نه در باجه معمولی در اتاق کوچک دخمه مانندی نشسته بودند. ریش داشتن میخندیدند و سر به سر میگذاشتند و از اطمینان خاطری که قدرت به آدم میدهد لذت میبردند این جمله رو یه بار دیگه میخونم از اطمینان خاطری که قدرت به آدم میدهد لذت میبردند همینطور که داشت گذرنامه من و لیست سیاهش رو نگاه میکرد پرسید آقا چند نفر دیگه مونده گفتم پنجا تا گفت ای بابا یه چیزی بگو آخر شبی دلمون خوش بشه گفتم چند تا مونده باشه خوبه گفت در دوازده تا گفتم خب حالا که همچی شد دو تا بیشتر نمونده خندید و به خیر گذشت چون گذرنامه را پس دادند و خیال من و بعدا مستقبلین یعنی استقبال کنندگان از من رو که دلواپس بودن آسوده کردن حالا توصیفی که از تهران میکنه شنیدنیه تهرانی که بعد از حدود ده سال دوباره برگشته و داره میبینه و بررسی میکنه در تهران چیزی که بعد از یکی دو روز توجه را جلب می کرد این خشم و ستیز جویی مردم بود انگار همه با هم قهرن و همه در حال تجاوز به حق دیگری هستند و در این راه تا آنجا پیش می روند که حق زندگی یعنی اولی ترین حق را نه از دیگری بلکه از خودشان سلب می کنند موتوریا نمونه بارز این حقیقتن پیاده و سواره هیچ کس در خیابان به دیگری راه نمیدهد و البته سواره ها هم به هم دیگه ولی موتوریا برای اینکه راه رو بر اتومبیلا ببندن و جلو بزنن دائم با مانورهای خطرناک در حقیقت با جان خودشون بازی میکنن رفتار اجتماعی مردم خیلی عوض شده همیشه از این بابت پامون میلنگید حالا انگار دیگه پاک فلج شدیم انگار تو این کشتی شکسته هر کس فقط و فقط در تقلای نجات خودشه شهر شلخته و کثیف و زشت و در هم ریخته است نه فقط شهر همه جا ادارات مردم اجتماع دنبال کار بازنشستگی بارها به سازمان برنامه رفتم شاروخ مسکوب قبل از انقلاب اونجا توی سازمان برنامه کار میکرده کارمندان با دمپایی وقت ظهر قابلمه پلو روی میز یا دمپختک گوشت کوبیده بوی پیاز یا بوی عرق و چرک پا دم نمازخانه از کفش های کنده و خالی با دهن باز کتابخانه را نمازخانه کردند همون سازمان برنامه رو میگه کتابخانه را نمازخانه کردند سر و روی ژولیده و رفتار مخصوصا لا عبالی. مثلا ضد زد قرب زده ولی در حقیقت دهنکجی به تمدن یا هر نوع آراستگی ظاهر که نشانه رفاه و آسودگی باشد روی هم رفته زمختی روستایی توی پرانتز آورده بیچاره روستایی بر شهر حاکم شده فرهنگ و رفتار روستا خودش رو از اعماق بیرون کشیده و بر شهر سوار شده ندونم کاری آشفتگی کینتوزی در همه جا و همه چیز به چشم میخوره در برابر این بلبشوی بیرون خونه اندرون جان پناهی است که خیلی ها به اون پناه میبرند مقام امن و خلوت خانه جبران حجوم پیاپی بیرونه مهربانی و دوستی رو فقط شبها توی خونواده یا بین دوستان میشد دید برای همین روزها بد و شبها خوش میگذشت دو این یک ماه و نیمی که تهران بودم کسی رو خوشنود و راضی ندیدم تا کی میتوان بر انبوه ناراضیان حکومت کرد سالهای سال متاسفانه در شوروی این کار عملی شد خب این از این ماجرای کوتاه و حرفای شاهرخ مسکو من علی اینا رو از کتاب روزها در راه براتون خوندم به چند دلیل یکی برای توصیفات رسایی که نویسنده میکنه اوضاع خیابونا و ماشینا و موتورا که به نظر میرسه حتی الان هم توی تهران و شهرهای بزرگ همینطوره توصیف که از اوضاع اداره اوضاع همون سازمان برنامه جایی که توش کار میکرده کرده و توصیف پاستارا همون جمله قشنگ از اطمینان خاطری که قدرت به آدم میدهد لذت میبردن توصیف عالیه همین اطمینان خاطر از قدرته که خیلی راحت ممکنه منشأ سوء استفاده از قدرت بشه و به نظرم جنبه بالایی میخواد رشد و انسانیت بالایی میخواد که آدم بعد از اطمینان خاطر از قدرت از اون قدرت سوء استفاده نکنه دلیل دومم برای تعریف این ماجرا اینه که نویسنده احساسات خودش رو به خوبی بیان میکنه یه طوری که ملموس و قابل درکه برای ما مثلا اونجایی که پاشو رو زمین فشار میده یه کسی که بعد از ده سال برگشته و نگرانه از اینکه دستگیر بشه اونجایی که حس میکنه داره به آغوش مادری تندخو با محبتی مشکوک برمیگرده این حسا این بیان شیوا و روشن احساسات خیلی کمک میکنه آدم خودش رو درونش رو بشناسه یه جورایی به خودشناسی واقعا کمک میکنه اینا رو دست کم نگیرید نقش یک نویسنده خوب نقش نوشته خوب همین خودشناسیه اینکه اون نویسنده احساسات خودش رو به خوبی بیان میکنه و وقتی آدم میخونه اون احساسات رو همون احساساتی که نویسنده بیان کرده اونا رو در درون خودش شناسایی میکنه این میشه خودشناسی و در سطح اجتماعی در سطح جمعی خیلی میتونه آگاهی رو بالا ببره دلیل دیگه رو قبلا گفتم اینکه خوندن زندگی نامه خیلی ذهن آدم رو بزرگ میکنه انگاری آدم یه زندگی دیگه یا زندگی یه آدم دیگه رو تجربه میکنه مخصوصا اگه اون زندگی نامه خوب نوشته شده باشه انگاری آدم دو تا زندگی میکنه انگاری در کنار زندگی خودش اتفاقای زندگی خودش از اتفاقاتی که برای زندگی یه شخص دیگه افتاده از تجربیات اون شخص دیگه که طبیعتا انسان برجسته ای هم هست استفاده میکنه انگاری اون تجربیات رو برای خودش هم میتونه بعداً به کار ببره و مهمترین دلیل یا هدف اصلیم که این حرفا رو با شما به اشتراک گذاشتم اینه که از تاریخ اجتماعی از تاریخ فرهنگی از گذشته خودمون آگاه باشیم چون این آگاهی کمک میکنه آدم نقاط ضعف خودش بشناسه و آروم آروم برطرفشون کنه یاد شاهروخ مسکوب رو گرامی میدارم و در آینده هم قصد دارم و امیدوارم بتونم حرفا و نوشته های بیشتری از این نویسنده ای آگاه رو با شما به اشتراک بذارم